دادگاه حمید نوری در 92 جلسه تشکیل شد. البته خب یکی دو جلسه فوق‌العاده هم داشت. به هر حال از این 92 جلسه 85 6 جلسه اون در استکهلم و 7 جلسه در آلبانی برگزار شد. این تغییر مکان دادگاه برای شنیدن شهادت‌های 7 مجاهد جان به در برده از اعدام‌ها بود که در کمپ اشرف 3 در آلبانی مستقر هستند. ما همینک با آقای مجید صاحب جمع هستیم که در این برنامه به عنوان نماینده این 7 مجاهد شرکت کردند. درود بر شما آقای صاحب جمع، نظرتون رو میخوام بدونم به عنوان نماینده هر 7 نفر که حکم صادره رو چگونه دیدید و چه نظری دارید در مورد حبس ابد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون، همینطور سلام عرض میکنم خدمت مردم ایران و جنبش دادخواهی و خانواده محترم قتل عام شدگان و به خصوص پدران و مادران و فرزندانی که شاید امروز دیگه در این عرصه خاک نیستند. عرضم به حضورتون که من پیشا پیش تبریک میگم این دادگاه رو و نتیجه رو به حبس ابد یکی از مهره های کارخانه کشتار به تعبیر خانم داستان سوئد، که این مهره که حمید نوری باشه این کارخونه رو راه اندازی کردن و البته از سال 60 این کارخونه به راه افتاده بود تا سال 67 که در اوجش بود و حمید نوری هم در راهروهای مرگ این کارخونه رو اداره میکرد. بنابراین امروز روز بسیار مهمیه برای جنبش دادخواهی. ما از روز اول اگر باشه بشه اولی نام برد، از 3 خرداد، از سال 58، از بعد از انقلاب، بعد از اینکه حکومت به دست خمینی غصب شد، جنبش برای آزادی و نبرد برای آزادی و پیکار و جنگ برای آزادی ادامه داشته و تا این ساعت. بنابراین قتل عام شدگان در راه آزادی مردم ایران جان خودشون رو فدا کردن. این مقاومت و این کارزار به رهبری آقای رجوی صورت گرفته تا این ساعت و ما امیدواریم که به نتیجه نهایی برسیم. نتیجه نهاییش هم سرنگونی رژیم آخوندی قطعا این پیش خواهد آمد و ما در دور آینده، همینجا بگم که علاوه بر اینکه بحث خود حمید نوری هست و اینکه آیا تجدید نظر خواهد کرد که قطعا خواهد کرد، هدف نهایی ما به محاکمه کشوندن خامنه‌ای و رئیسی و دیگر کارخانه داران این کشدار هست. با سپاس از شما آقای مجید صاحب جمع به خاطر حضورتون در برنامه.